آمدن بر جلسه قرآن فقط یک رسمی نباشد در حد این نباشد که بگوید من در جلسه قرآن شرکت می کنم می می آیم اما اثری نباشه بلکه یک مسلمانی که در کنار این کلام الهی قرار می گیرند و در تسکیه و تهذیب استاد قرار داره مثالش مثل یک درختی هست که شکوفه داره به مرور زمان این شکوفه ها تبدیل به میوه میشوند این میوه ها بزرگ میشن وقتی میوه ها بزرگ شدن شاخه ها خم میشن و تواضع و فروتنی را به چشمان همه نشان میدن. دانش آموز قرآن هرچه بیشتر می هرچه ممارستش بیشتر هست درسش جلوتر می رود کتاب را بیشتر می مثل اون درختی که میوه هایش بزرگتر می شند و خوشمزه تر می شود این دانش آموز قرآن هم ادبش از شکوفه به میوه می رسد و میوه هایش به جایی می رسند که خودش یک الگویی از ادب و احترام قرار می گیرد در کلاس درس تابع بودن یکی از شرایطی هست که دانش آموز بتواند از استاد بهره ببرد از فیوزات درس بهره ببرد اگر تابع نباشه سرکش باشد و اون طوری که دلش میخواهد در کلاس درس قرار بگیره اینجا مشکلاتی را ایجاد میکند اول اینکه نظم را به هم میزنه دوم اینکه شاید دوستان خود را بیازارد بعد نظم اونها را به هم بزند و احتمال این هم هست که ادب را رعایت نکند استاد از اون برنجه. دانش آموزی که استاد را برنجاند یقینا اون بهره علم کافی نخواهد داشت از علم بهره خوبی نمیبره اون دانش آموز میتواند بهره بشه مستفیض بشود که احترام استاد در دلش باشه تابع باشد وقتی که نظری که استاد داره روش تعلیمی که دارد تابع باشه و در مسیر تعلیم صبور باشد تعلیم زمان میبرد وقت میبرد علم برای دانش آموزش و برای کسانی که علم را یاد میگیرند سخنی داره میگه اگر شما ای دانش آموز کل وقت خود را به من علم بدهی من اندکی از خودم به شما عنایت می کنم سهم کوچک به شما می دهم اگر شما وقت کوچک و اندکی برای من بگذارید اون ثمره ای که از من علم به شما میرسه خیلی ناچیزه پس وقت را پایبند باشد دانش آموز قرآن امون طوری که احترام هست نظم هست تابع بودن هست رعایت وقت خیلی مهمه سر وقت آمدن و سر وقت هم رفتن و در زمانی که بر در درس قرار داره اون زمان را فقط به تعلیم بگذراند سخنهای دیگه ای نباشد حرف دیگه نباشه افکار دیگری نباشد مشغولیت غیر از علم اینجا نباشه چون اینها در اون معنویت و در اون روش علم و تحصیل علم در حقیقت اینجا خلل وارد می کند یک دانش آموز قرآن چه در کلاس درس چه در جامعه است چه در منزله این مثل یک بسلا شیشه ای هست که پر از عطر و خوشبویی هست وقتی بر کلاس درس قرار داره دوستان بوی خوشش را استشمام می کنند در منزل وجود داره اهل خانواده بوی خوشش را استشمام می کنند در جامعه وجود داره امه کسانی که با اون در ارتباطن این بوی خوش را از اون استشمام می کنند یعنی زبانش زبانی هست که آیات را تلاوت می کند زبانش زبانی هست که احادیث را می خاند. وجودش وجودی هست که افرادی که در کنارش می نشینند عظمت و وقار و ادب و احترام را از اون یاد می گیرند